چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من سرفراز با چینی همه من ای فدایت سلطن من برده آزر هم سر گوهر خود بات تو بطن من بسم الله الرحمن الرحیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. سلام مخصوص بر دوستان آشنایان شماهایی که از وقت خودتون مایه میگذارید و یک ساعت تشریف میارید در ضیافت گفتگو و ما را از حضور خودتون خرسند میکنید و بقیه رو بهره مند میفرمایید تشکر میکنم و امیدوارم در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه شرکت کردید و ما را از فرمایشات، گفتار و بقیه اطلاعات و راهنمایی خودتون بهره مند می‌کنید. هر هفته‌ای که می‌گذره یک صفحه جدیدی در تاریخ اسلام نوشته میشه و این دفتر این صفحات جدیدی که نوشته میشه بیشتر در طرف تکامل و بهتر شدن اون هدیه‌ای هستش که الله سبحانه و تعالی از طریق اون شخص مخصوص خودش که لقب رحمت للعالمین رو داره، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، مأموریتش رحمتی هست که برای تمام عالمین هست و این مأموریت منطقه‌ای نیست، مأموریت قومی نیست، مأموریت تنها یک گروه به خصوص نیست، این مأموریت عالمگیره و ما امیدواریم که در این صفحات جدیدی که داره به تاریخ اسلام اضافه میشه مردمی که در حال حاضر هاج و واج موندن، گیج شدن، نمیدونن این چی میگه اون چی میگه، البته تکامل انسان همیشه با همین نادانستن هست، بعد که یه ذره چیزی میدونه گیج و ویج میشه، بعد آهسته آهسته بعضی اون ابرها از جلوی خورشید جدا میشه و اون نور تابناک الهی به قلب همه تابیده میشه و اون موقع هستش که اون شعف و خرسندی و اون حالت شادی که اصلا انتها نداره برای همه اتفاق خواهد افتاد و ما امیدواریم که ما هم بتونیم از این شادی و شعف یک ذره ازش به اصطلاح به ما برسه انشالله رحمان، که زندگی البته بالا پایین داره و هر دقیقهش مثل دقیقه قبل نیست یا دقیقه بعدی مثل دقیقه قبل نیست، این هستش که تکاملی هست که ما داریم در هر ثانیه از زندگی خودمون از این تکامل داریم بهره مند میشیم ان شاء الله رحمان. و برخلاف بعضی از اون صحبت ها که میگن خوشا به حال اونی که اینطوری اومد اونطوری رفت، البته این درست نیستش، ولی خب
همیشه انسان در حال تکامل هست، حالا بعضی ها تکاملشون سریع خواهد بود، بعضی ها تکاملشون کمتر خواهد بود، ولی به هر حال همه ما به اون معبود خود، به اون نهایت خواستمون که الله سبحانه و تعالی است، انشالله خواهیم رسید. و بعد از اون دیگه وقتی که با معبود خودتون هستید، چه قصه ای هستش، چه غمی هستش، چه ناراحتی ممکنه داشته باشید وقتی که دیگه یکی شدید با خالق خودتون و دیگه همه این چیزها از بین رفته و این راهی بوده که طی کردید و تونستید خودتون رو به مقصد برسونید و ما امیدواریم به مقصد که دارید میرسید خیلی خیلی سلامت و خوب و سرحال رسیده باشید انشالله رحمان. هفته که گذشت باز دوباره چند چیز مختلف اتفاق افتاده که ما دوست داریم اینجا راجع به اون صحبت بکنیم و اون هم عکس العمل عربستان هست که در مقابل بعضی از چیزها عکس العمل‌های خیلی شدیدی نشون دادن و یه قسمتی از سفارتخونه یا کنسولگری‌های ایران رو، جمهوری اسلامی ایران رو در یمن مثل این که بمباران کردن و عده زیادی رو کشتن و تمام نشانه ها در این جهت داره میره که عربستان در حال حاضر مثل یک کشتی هستش که دیگه اون سکان میگفتیم، چی میگفتیم، اون چیزی که دست اون ناخدا میگفتن. من این لغت ها ناخدا یعنی چی؟ آخه برای کشتی ناخدا میگن. یک کشتی اینجا مثلا اون کسی که رهبری این کشتی رو داره مثل که این چرخ از دستش در رفته و معلوم نیست کجا داره میده. چطور میشه در اون حالت استراب و اصلا پاشیدگی به هر چیزی دارن دست میندازن و خیلی ها دارن پیشبینی میکنن که این عرب ها، عرب های شبه جزیره حجاز که اینجا اسمش حجاز هست و اون افرادی که اونجا زندگی میکنن اسمشون عرب هست، این دیگه عاقبت همچین خوشی نخواهد داشت و پولی هم که اینها دارن و با اون به اصطلاح کمال عدم شرمندگی و بعضی کارهای خیلی عجیب غریبی که در دنیا دارن انجام میدن، این کفگیر داره به ته اون کاسه پول اینا داره میخوره، کمبودهای بودجه ای پیدا کردن، یه مقدار پول اومدن از ذخایر خودشون برداشتن بردن و اینها همش نشانه های این هستش که ظلم پایدار نیست، ظلم هیچ وقت پایدار نبوده و این از بین خواهد رفت و حق بر باطل انشالله پیروز است و نور بر ظلمت فائق. و عکس العمل ایران هم اینطور که در جرایت خوندید، اینطور که در روزنامه های امریکایی هم مثل که منعکس شده، آقای ظریف که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هستند در یک نامه خیلی با لحن خیلی ملایم به اون افرادی که در عربستان که باعث این تلاطم دارن میشن در تمام دنیا خیلی خیلی ملایم صحبت کردن که بیایید و از این راهی که دارید میرید یه مقدار تأمل بکنید، فکری بکنید که در تمام دنیا تمام این زهرهایی که داره ریخته میشه و به اسم دین اسلام که همونطور که عرض کردیم از اول برنامه که رحمت للعالمین هست، شما چرا میایید و این دین رو زهراگین میکنید تا جایی که تمام ملت‌های دنیا مثلی که مثلا ما میگفتیم جن دیدی، اینها مثلی که یه مسلمان رو میبینن مثلی که جن دیدن، چشاشون گرد میشه و حالتهای خیلی عجیب غریبی بهشون دست میده. ما امیدواریم و میدونیم و این باز همه امید داریم و همه هم میدونیم. یه ده اینجا میگن ما خیلی مثبت فکر میکنیم، ما هم الحمدلله به مقدار خودمون مثبت سعی میکنیم فکر کنیم، ولی خب بعضی وقتا ما کاسمون ته میکشه. این هستش که ما امیدواریم و مطمئن هستیم
اون چیزی که الله سبحانه و تعالی میخوان همون انجام خواهد شد و ما میتونیم در راستای خاص الهی حرکت بکنیم یا اینکه در یک ذره راه منحرفی بریم. البته راه منحرفی بریم به مقصد نمیرسیم و باز دوباره باید روز از نو روزی از نو سعی بکنیم و بتونیم به مقصد برسیم. و روابط ایران با تمام دنیا از اون روز اولش در حال مسالمت آمیز بوده و هیچ وقت ایران به هیچ کسی نظر بد نکرده و هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران به کسی حمله نکرده، در هیچ جایی تخاصم نداشته، دشکر کسی به جایی نکرده که کسی را ببره، همیشه حالت دفاعی بوده. و خب ایران هم بالاخره جمهوری اسلامی ایران، دولت ایران و مملکت ایران خب جای کوچولویی که نیستش. برای اینکه این یک همچین پیکر بزرگ مملکت رو شما بتونید حفاظت بکنید و نگهداری بکنید خیلی انرژی میخواد، خیلی سیاست میخواد، خیلی هوشیاری میخواد. و ما متشکریم از تمام اونهایی که این مملکت رو در سلامت و خوب نگه داشتن تا حالا. ما از همه اینا تشکر میکنیم. و البته خب افرادی هستن که میرن و میان و میگن بله مثلا در ایران اینقدر گرونه، هر روز قیمت میره بالا فلان. یه نفر از دوستای ما تازگی از ایران برگشته بودن و صحبت میکردیم از این ور از اون ور و معمولا خب سری راجع به مواد غذایی هستش که خب مثلا گوشت هست و فلان هست به من هست. این شخص هم میگهش بله بابا گوشت هست و فلان هست، در ضمن یک رستوران های خیلی خیلی خوب و درجه اول هست، چلو کباب میخواییم بریم بخوریم اونجا از شمشیری، اینجا گرونتره، اونجا هستن $25 میدید، دلار هم قبول میکنن، $25 میدید یه دست چلو کباب خیلی خیلی عالی که اصلا شمشیری به گرد و خاک اون نمیتونه برسه میارن خدمت میکنن به شما ارائه میدن، چلو کباب ارائه میدن $25 هم فلان فلان فلان. بعد یک سوال برای ما همیشه مطرح بوده و اون این بوده که این رستوران چند نفر توش میان که $25 نفری میتونن بدن، مثلا دو نفر یا سه نفر برن و چهار نفر برن و $100 بدن دیگه. خب این $100 هم با هر دلار 3500 تومان میشه تقریبا نیم میلیون تومان، میشه 350000 تومان، یه چیزایی میشه، یه قیمت خیلی بالایی هستش که مثلا $100 یکی بره چهار نفر برن مثلا رستوران غذا بخورن. بعد خب با یک گلم که بهار نمیشه، حتما باید تعداد زیادی پول داشته باشن که این رستوران ها بتونن کار بکنن، بتونن اداره بشن و این حالت تجملی دیگه نداره که اون هفته پیش بود که بود که گفتیم در یکی از این مراکزی که مردم میرن برای تفریحات یا برای غذا خوردن یه جایی هست بستنی میده، روش هم نم گرده طلا ریختن، نم فلان کردن، مهمان کردن، اونا همش حالت های تجملی داره. خب چلو کباب خوب یکی بخوره بیاد اینجا تعریف کنه که ماه همچین چلو کباب بود. و تعداد زیادی در تهران یا شهرستان ها همینطور، یعنی شهرستان ها همچین دست کمی از تهران ندارن، اونجا هم غذاهای خیلی خیلی خوب در دسترس مردم هست و این رستوران ها دارن کار میکنن و مردم هم دارن میرن و خرج میکنن. و این مشکل برای ما هست و از این شخص هم پرسیدیم آقا اگه ما بخوایم بریم ایران زندگی بکنیم و خونه نداریم، یک دونه از این آپارتمان های یه اتاق خوابه، نه آپارتمان اینجا ما اش میگیم افیشنسی، اونجا نمیم چه اسمی داره آپارتمانی که یک چیز هست، یک جایی هست که برش آشپزخونه هست، در با میکنید میرید دستشوی همومتون اونجا هست و بقیهش هم میشه مثلا اتاق نشیمن و خواب و نهارخوری و همه چیز، مهمونی همهش یکی هست. این شخص به ما گفتش که اگر کسی $2500 پول داشته باشه در ماه میتونه خیلی خیلی خوب و راحت زندگی کنه اونجا با تمام این چیزها. ولی گفتش که بعضی روزها یا بعضی از
فصلها هوا آلودگیش خیلی زیاد هست و مردم چیزهای امراض ریوی میگیرن و چون این هوا بنا به دلایلی که تهران در یک مثل گودالی طوری قرار گرفته و این هوا چیز نداره که بتونه پاک بشه یا بره یا فلان، مگر اینکه بارون بیاد. ولی این شخص دوباره چند روز بعد از اون که من اونجا بودم بارون اومد و هوا نسبتاً پاک شد، این بارون مثلا شست این هوا رو فلانی حرفا. ولی گفت این یک مسئله مهمی هستش در حال حاضر که هوا در اونجا زیاد مناسب نیست و مناسب نبودنش هم این هستش دیگه. خب در زمستون مخصوصا چون هوا سرده، هوا به ارتفاعات بالا نمیتونه بره که اون جریانهای بادی که در ارتفاع هست اینو ببره، در همین سطح پایین میمونه. بعد اونهایی که سفر کردید در ایران یا رفتید قم، وقت برگشتن از قم اگر زمستون باشه نگاه بکنید، از دور میبینید که یک مثل یک ابر سیاهی اینطوری هست تمام روی تهران رو گرفته. و قم البته یه ذره بالاتر از تهران فکر میکنم، اونطور که ما تا حالا دیده بودیم. بعد اونم خب هیچ کارش نمیشه کرد مگر اینکه خب مردم یه مقدار از لحاظ رانندگی یا از لحاظ اتومبیل هایی که یه مقدار کهنه هستن اینا رو از گردونه خارج بکنن. مقدار زیادی گاز ما داریم در ایران، خب اگر گازسوز بکنن تمام وسایل نقلیه رو، کلی کلی اینها میتونن مفید باشن. در ضمن گرما و خنک کردن نه، ولی گرم کردن خونه ها. اون زمانی که ما تهران بودیم 40 سال پیش بود دیگه، اون موقع با گازوئیل گرم میکردن، یه چیزایی بودش، یک چیزایی اینطوری سوخت توش میرفت، اینطوری میسوخت، بعد پره هایی بودش، پره های آهنی که توش آب بود و اینا گرم میشد و اینا آب تلمبه میشد میرفت به طبقات مختلف و این گرما رو پس میداد و برمیگشت باز دوباره گرم میشد. ولی خب حالا که گاز هست، اینا اگر با گاز بکنن، یعنی تمام این ساختمون های بزرگی که در تهران هستن، آسمون خراش های بزرگ که هر کدومش ممکنه 50 تا یا 100 تا منطقه مسکونی توش باشه، یعنی آپارتمان مسکونی توش باشه، اینها رو اگر با گاز بخوان گرم بکنن، خب کلی کلی هوا چیزش تغییر پیدا میکنه. کامیون ها هم همینطور. حالا من اینم کامیونی که دیزل میسوزونه اون رو چطوری میخوان گاز سوزش بکنن، ولی خب اتوبوس ها رو کردن، بعضی هاشون رو با گاز میسوزن. همینجا هم طرف های ما هم تو واشنگتن اینجا هم همین کارا رو کردن. یعنی چاره هست، فقط و فقط باید عاقلانه شروع بکنن و هر کاری را با یک نقشه به خصوص باید پیش ببرن. همینطوری الکی نمیشه که صبح من از خواب بلند شم بگم آقا تمام ماشینا رو باید عوض بکنید و همه رو وایسونید. بابا اینطوری که نمیشه، از قبلش باید فکرشو بکنید، تجهیزاتشو داشته باشید، بگید بعد ما هر هفته 10 تا ماشین، 100 تا ماشین، 1000 تا ماشین رو گازسوز میخوایم بکنیم، این وسایلش اینجا هست، بعد 1000 تای بعدی بیان، بعد 100 هزار تای بعدی بیان یا فلان، تا یواش یواش همه اینها چیز بشه، گازسوز بشه. و این مسئله بنزین و مسئله نم پالایشگاه و این حرف هم همش از بین میره. گاز اون قشنگی اونجا ما داریم دیگه، چرا باید در این جهت پیش بدم؟ بعد برم خب میدونی در آینده سوخت کربن یا سوخت فسیلی دیگه تقریبا اون موقع فسیلی خواهد شد، یعنی کسی دیگه امکانا مصرف نخواهد کرد یه همچی چیزی رو. پس بنابراین اگر یه همچی چیزی هست، از حالا مهندس های ما، افرادی که شاغل هستن در امور مختلف، میتونن پیش بینی های خوبی رو انجام بدن. از همه سوخت ها ساده تر برق هست و برق رو هم شما میتونید هم از باد بتونید بگیرید، هم از خورشید میتونید بگیرید. و البته ما دریای جنوب ما
خلیج فارس، از اونجا میتونن از طریق موجهایی که هست، موجهای بالا پایین که میره، از اونجا میتونن یه مقدار توربین های برق رو را بندازن. بعد سطح های مختلف داریم ما در ایران که آب پشت سطح ها جمع میشه و از آب سطح برق تولید میشه و شبکه های برقی ایران اون زمان که من یادم میاد 40 سال پیش به شدت دنبالش بودن که تمام شبکه برق ایران رو چنان مجهز کنن که بعدها ما دیدیم که اینقدر مجهز هست که ایران برق صادر میکنه، یعنی مقدار زیادی برقی که ما داریم در ایران صادر میشه به عراق یا از این ور یا از اون ور، بستگی داره به چه ساعتی باشه که اون حالت مصرف فوق که هست، اگر اون مصرف فوق بیاد پایین، مصرفی که اینقدر اضافه هست یا به این همسایه میدن یا به این همسایه. و ما امیدواریم که مردم ما بدونن که همه با هم هستند انشالله رحمان و بدخواهی همدیگه رو نکنن، حسادت به همدیگه نکنن. ولی ما اینجا میگیم، گفتیم، بازم میگیم، اون بزرگانی که در ایران هستن و میبینن که اولادهاشون کارهای خلاف دارن انجام میدن، این عین همینه که همین خود بزرگتره داره این کار رو انجام میده، یعنی نمیتونه بگه من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، نمیتونه این حرف رو بزنه. جلو اینا رو باید بگیرید. ما احتیاج به اتومبیل های آخرین سیستم نداریم، پولی که برای این باید بدیم به یک شرکتی که در خارج داره این رو تهیه میکنه، این پول رو ما میتونیم بدیم به چند نفر کارگاه های خیلی کوچولویی در این ور اونور درست بکنن که مایحتاج مصرفی ایران رو در یک سطحی بتونن تولید بکنن. ما نمیگیم که مثلا بیایید هواپیما بسازید برای همه، یعنی چرا هم که نه، میتونید هم هواپیما بسازید. در حال حاضر اون چیزایی که مصرفی هست ببینید که مردم چی میخوان، اونها رو مصرف کنید. به خود مردم هم بگید آقا ما سعی میکنیم که این چیزی که میسازیم بهترینش باشه، نکنید مثل اون داستانهای قدیم که میگفتن تخم مرغ های آمریکایی به این گندگی، تخم مرغ های ایران به این کوچولویی، میگه من نمیخوام خودم رو به زحمت بندازم و تخم گنده مثلا از ایجاد بکنم فلان. این حرفا رو بذاری کنار که وقتش گذشته دیگه، تمام دنیا در حال پیشرفت است، مخصوصا حالا میایم به ایران. تا چند هفته دیگه یا تا چند روز دیگه ایران، جمهوری اسلامی ایران، تمام این خواستهایی رو که خارجی ها خواستن رو و در 15 سال پیش اینا گفتن خیلی خوب و حالا نقشه انجامش داره پیش میره، کامل خواهد شد. و اخبارم میگفتن که بله، قلب ریاکتور آب سنگین نتنز رو هم، نتنز نه، عراق رو در آوردن و اون هم یه قدم بزرگتری بوده که دیگه اینم رفته. یعنی دیگه مردم ایران، دولت ایران و ملت ایران حالا در یک حالت خیلی 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 حساسی هستن. یه حالتی هستش که یک مریضی که مثلا مریض میخواد بشه یا نشه، سرما میخواد بخوره، این حالا خیلی خیلی حساسه که این یه هفته، دو هفته، ده روز، 20 روز رو یا 2 ماه رو بتونن پشت سر بگذارن که تمام ملت‌های دنیا بدونن که ایران یک مملکتی صلح‌جو هست و به هیچ وجه نمیخواد با کسی بجنگه و همیشه سعی داره هر مسئله‌ای رو داره با صحبت و با گفتگو دو طرفه این مسائل رو حل بکنه. میرسیم به یک جایی و اون این هستش که ایران، جمهوری اسلامی ایران، عراق، عربستان و حاشیه خلیج فارس 80% از نفت و ذخایر گاز دنیا در اینجاست. 80%، این خیلی ها، 80% ذخایر شناخته شده، اینم من درست بگم که اشتباه نگفته باشم، 80% از ذخایر شناخته شده هیدروکاربن یا کربن های فسیلی که همه نفت میتونه باشه، همه گاز میتونه باشه، در اون منطقه است. و اون منطقه از اون روز اول به دلایلی، حالا دلایلش هم حالا
وقت نیست که ما راجع به اون صحبت کنیم، همیشه در تلاطم بوده که یکی تو گوش یکی دیگه بزنه و یه دم این نفت و مرجانی بردارن و برن. حالا دارن به این نتیجه میرسن که این کار نه به صلاح مصرف کننده است، نه به صلاح تولید کننده. حالا دارن دنبال یک کسی میگردن، دنبال یک قدرتی میگردن که این قدرت انقدر قدرت داشته باشه که همه رو بگیره زیر یک چتر بزرگ که 80% تولید هیدروکاربن یا نفت و گاز دنیا تحت نظر این قدرت بتونه عمل بکنه و همه خطا به جمهوری اسلامی ایران داره منتهی میشه که فقط و فقط جمهوری اسلامی ایران هست که میتونه همچین کاری بکنه و ثبات خلیج فارس رو نگه داره و بتونه تمام اون منطقه رو طوری اداره بکنه که این نفتی که اینجا تولید داره میشه به دست مصرف کننده برسه، بدون اون مصرف کننده شب تا صبح خواب وحشتناک ببینه که ایداد بیدار اگر من بخوابم تا صبح بیدارشم بلکه نفت نرسه یا سوخت نرسه که کارخونه ما را بیفته یا این طور بشه یا اون طور بشه فلان فلان فلان. و تا حالا جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده به قدرت‌های بزرگ امریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، هندوستان، ژاپن که اینها مصرف کننده های عمده این فراورده هستند و اونها هم دارن اینو قبول میکنن که بله ایران مثل یه آدمی که مثلا حالت غیر عادی داره تلو تلو میخوره یه دستش اینطوری میزنه میذاره سر کوله در رو از بین میبره نیست، خیلی عاقلانه، خیلی با حساب، خیلی با مهارت دارن اینو انجام میدن این کاراشونو و برای خاطر این هم هستش که میتونن جمهوری اسلامی ایران رو بهش اعتماد بکنن و قراردادهای امضا بشه بین همه اینها که جمهوری اسلامی ایران بتونه تمام این جای کوچولو رو مثل عربستان و کویت و بحرین که خب مال ایران هست اون هیچ بقیه جای کوچیک رو یا عراق هم که دیگه بعد دیگه جزء اینها شده همه اینها رو اداره بکنن و بتونن نفت و ذخایر شناخته شده نفت دنیا رو که اینجا 80% اینجا هست رو یک نفر اداره بکنه که همه این یک نفر یا اون یک قدرت میشه جمهوری اسلامی ایران که عادلانه با همه اینها میتونه طرف بشه و قدرتشو داره، مردمش باهوشن، مردمش پرکار هستن، ارتشش قوی هست، صنایعش قوی هست، همه چیزشون قوی هست، این تمام اون چیزهایی که یکی میخواد داشته باشه ایران، جمهوری اسلامی ایران همه رو یه جا داره و دارن به این نتیجه میرسن. یه دم که خب بالاخره از اون روز اولش همیشه چیز میکردن که بابا این ایران هم عجم به ما میگفتن، بعد صحبتهای دیگه یه دم به ما یه تهمتهای دیگه میگفتن، مجوس یه لغت دیگه هم من تازگی ها شدیدم که میگه ایرانی ها مجوس هن. مجوس یعنی چی؟ میگن اینا آتش پرست هن. یعنی انقدر اطلاعات غلط در دست مردم دادن که مردم چاره ندارن که اینا رو تکرار میکنن. بعد همه اینا گفته شد. حالا روزای یک شنبه چند تا شبکه خبری هستش که بیشتر راجع به اطلاعات و رفتار دنیا صحبت میشه و در این چند سال گذشته در این شبکه ها اقلن هر هفته نباشه هر یه هفته بعدش جمهوری اسلامی ایران مطرح هست به عنوان قدرت اون منطقه و چقدر این جمهوری اسلامی ایران وزنه سنگینی هستش در اونجا که بقیه مثل ترکیه و عربستان و بقیه اون دوروبری ها مصر و این حرف اصلا ایران مطرح نیستن و علتش هم این هستش که جمعیت ایران 85 میلیون جمعیت
جمعیت جوان تحصیل کرده و پرکار، همه اینها اون سرمایه هایی هستن که میتونه یک مملکت رو به یک حالت ثباتی برسونه که این ثباتش بتونه به بقیه هم استفاده بکنن از این ثبات، و در این حالت هستن. و در راستای این صحبت که بیشتر مملکت های بزرگ دنیا در حال حاضر در این جهت دارن پیش میرن، البته فلسطین که به وسیله اون زایونیستا غصب شده و هر روز اتفاقاتی میفته، به اضافه این شخصی که در عربستان پادشاه هست، البته خودشو پادشاه خطاب نمی کنه، میگه ما نوکر استخدام حرمین هستیم، ما خادم حرمین هستیم، و حرمین هم خب یکیش در مدینه است، یکیش در مکه هست، این دو محل خیلی مهم دنیای اسلام. اینها میگن ما خادم این حرمین هستیم، و با این بهانه خودشون رو به دنباله 1.8 میلیارد جمعیت مسلمان دنیا میخوان ببندن. ولی یواش یواش داره در میاد که نه خیر، همچی خبرانی نیست. و این آقایی که جدیدن شده پادشاه، آقای سلمان، در یک حالت ناخوشی هست که امکاناً زیاد حالیش نباشه که چه خبر داره میشه دور ورش. یه پسری داره 30 ساله یا 29 ساله که اون داره تصمیم میگیره، و از تصمیمایی که تا حالا گرفته میبینیم که یعنی بمباران کرده یک سفارتخونه یه نفر، یک مملکت رو در یه مملکت دیگه. خب این اصلا یعنی اعلان جنگ، یعنی جمهوری اسلامی ایران همین الان میتونه حمله بکنه به اینا، جواب اینا رو بده، ولی نمیکنه. یا اینکه مثلا یک شخصی که در دین شیعه آیت الله بوده، آقای نمر، بعد ایشون رو سر بریدن و ما یه خبری داشتیم میخواستیم امروز با شما در میان بذاریم، ولی چون توش بریدن سر بود ما تصمیم گرفتیم این کار رو نکنیم، چون نشون میده که یکی میره با شمشیر تقل میزن کله یکی اینطوری میفته پایین، برمیدارن میزنن رو سرش، استغفر الله. و تو آدم همه خندش میگه، همه گریهش میگیره. برید ببینید چقدر وحشی هن اینا. در قرن 21 در زبان حضرت پیغمبر هیچ وقت این کارا نشده بود. اون موقع جنگ تن به تن بود، دو نفر، یکی از این لشکر یکی از اون لشکر میرفتن وسط، رجز میخوندن به هم دیگه، میگو من پسر فلان کسم، میگه که من پسر فلان کسم، اینقدر میگفتن که اقلا یکیش جا بزنه که خونریزی نشه. اگه نمیشد میرفتن جنگ تن به تن بوده، یک با یک می جنگیدن. بعد مثلا یکی مغلوب میشد میبردنش، یکی دیگه میومد، تا اینکه یه طرف میگفت آقا ما دیگه بسمونه. مثلا در امریکا اصطلاح هستش که مثلا دو نفر بوکس که دارن میزنن توی رینگ، اونجایی که بوکس بازی میکنن، اگه این هوله رو بندازه اون تو از این طرف، یعنی این دیگه مغلوب شد و قبول میکنه، شکست خودش قبول میکنه، یه اینقدر نزنش که دیگه فردا نتونه از جاش بلند شه. اون موقع میگفتن لونگ انداختی، در مقاله اون لونگ انداخت. حالا این لونگ انداختن هم ما نمیدونیم، به ما بگید که این اصطلاحاتش از کجا اومده. بعد این اعمال وحشتناک و وحشیگری، یه ادم در دنیا برای شیطان کار میکنن. یعنی فکر میکنید همسایه شما خیلی همسایه خوبی هست و فلانی حرفا، بعد میبینید وقتی شما رو میبینه استخد دماغش رو بگیره اینطوری که چه بویی بود، این مسلمونه داره اینجا رد میشه. همه اینها از چی هست؟ از این رسانه ها هستش که بیشترش خب دیگه چیز نیست که برای همه شما روشن هست که تمام رسانه های امریکا دست چه اشخاصی هست و برای چه منافعی دارن کار میکنن، و این چیزها رو نشون میدن که مردم هم سعی میکنن که بگن وای دادی بیدار، ما باید جبهه بگیریم، ما باید جلو اینها وایسیم. آقای دونالد ترامپ هم که یکی از افرادی هست از حزب جمهوری خواه، میخوان ایشون
نامزد رئیس جمهور بشن، ایشون هم اعلان کردن که بر ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که هیچ مسلمون بیاد اینجا و جلوی اینا رو خواهیم گرفت. 67% از اعضای حزب جمهوری خواه با ایشون توافق کردین. 67% یعنی همسایه ما اینجا، 67% یکی همسایه اونوری که اینا جمهوری خواه. بی خودی خودتون رو گول نزنید. امریکایی ها خیلی نجات پرست هستن، اگرم بگن نیستن دارن دروغ میگن، خیلی نجات پرست هستن. به هر حال تمام این اتفاقات داره میفته. عربستان هم خب بالاخره وقتی شما چند تا جوون ناپخته گذاشتی اینجا، این تا سه روز پیش یه جای قمار بازی میکرده، عرق خوری میکرده، حالا اومده شده معاون اول پادشاه و این تصمیم ها رو داره میگیره. در ضمن پسر پادشاه هم هست، 29 سالش هست، 30 سالش هست، دارن این کارا رو میکنن بدون اینکه خجالت بکشن. بعد وقتی که توی یک خبرنگار بهش میگه آقا این جوان 29 ساله یا 30 ساله یه همچین تصمیم غیر معقول گرفته، به اون بر میخوره که چرا گفتی غیر معقول؟ هیچ هم غیر معقول نیست، خیلی هم معقوله. بعد خودشون هم میدونن که کفگیر به تای دیگ خورده و به هیچ وجه برگشتی نخواهد داشت مگر اینکه بیان دست به دست هم بدن بگن خیلی خوب ما قبول داریم، ما میایم جزء یک گروه میشیم اینجا که این گروه رو زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران ادامه میشه، بقیه همه اعضایی هستن که کمک میکنن که این گروه امنیت این منطقه رو حفظ کنه. چطوری حفظ کنه؟ تمام این افرادی که خرابکاری کردن، چه اون 19 نفری که اومدن اون دوتا برج رو در نیویورک زدن، یا این آقایان طالبان، یا این آقایان یکی القاعده، یا همه اینها جایش میگن فلان میگن فلان، اینا همشون عرب طرفدار وهابیت عرب ها هستن. اگر عربستان امروز تصمیم بگیره که این کارهایی که تا حالا کرده غلط هست، خیلی طول نمیکشه که تمام این ریشه هایی که اینا کاشتن خشک میشه. اینقدر که شما کمک میکنید به عنوان آب میریزین ته ریشه این درخت ها، این درخت ها نهالن، هنوز چیزی به جایی نرسیده که چیزی بشه، همش خشک میشه و از بین میره و اون منطقه آسودگی و اون آسایش و رفاهی رو که حقش هست به دست خواهد آورد. مردم عراق، مردم عربستان، مردم یمن، عمان، حاشیه خلیج فارس، ایران، پاکستان، افغانستان، ترکیه، مصر، چرا که نه سوریه، همه اینها اون احساس امنیت و اون تراوش تولید این ذخایر رو منفعتش به اونها میرسه، تراوش میکنه، این از اون خرید میکنه، این از این خرید میکنه و تمام زندگی هم رو این هستش که بابا به اندازه کافی برای همه هست، دست تو جیب هم نکنید که سعی بکنید پول اینو بردید. چرا آخه یک دوره کسی که به خانواده پادشاه عرب هست بیاد 100 میلیون دلار یه جا قمار بازی کنه به بازی شب؟ آخه چرا؟ این پول مسلمینه، نکنید این کارو. حالا همینا رو گفتیم، یه آقایی بوده به نام برنارد لوئیس، اینو هر کی میخواد بنویسه برید چیز کنید پیدا کنید ببینید آقای برنارد لوئیس کی بوده. ببخشید، آقای برنارد لوئیس یه نویسنده بوده یهودی الاصل و فکر میکنم صهیونیست هم بوده باشه، حالا یهودی بودنش که همه میدونن هست. برنارد لوئیس، ایشون در بعد از جنگ اول جهانی یا وسط های اون بوده، قبل مثلا 1950، 60 سال پیش یه همچین چیزایی، ایشون یه کتابی منتشر میکنه و یه نقشه میکشه و این نقشه رو پاکستان و افغانستان و ایران و عراق و همه اینا رو تیکه تیکه میکنه، میگه بله اینجا باید در خطوط
قومیت ها باید اینجا چیز بشه، تقسیم بشه، ترکا یه جا، لورا یه جا، کردا یه جا، بلوچستانی ها یه جا، یکی ها یه جا، فلان، همه اینطور تیکه تیکه میکنه. و همش هم نظرش این بوده که وقتی اینجا تیکه تیکه شد قدرتی نخواهد بود، یعنی خیلی ساده میتونی بری هرچی دارن اینو ورداری و بذاری بری، اصلا یه شگه به اینا پولی چیزی نده. تازه یه این تصمیمش عوض کرده، تازه یه میگه دیگه احتیاجی نیست که اینجا رو تیکه پارش بکنید اینطوری، دنزه کافی خراب شده، ولشون کنیم به حال خودشون. چرا؟ به علت گرم شدن فضای کره زمین، یخهای جنوب، قطب جنوب و قطب شمال یواش یواش داره آب میشه. هیچ وقت نمیتونست یک کشتی در زمستون از این قطب شمال از این ور بره به اون ور. خطش هم یه ذره بیشتر هم نیست، مثلا ممکنه مثلا 5 ساعت، ببخشید ممکنه 5 روز باشه یه همچین سفری، ولی اگر یه کشتی بخواد از این ور بخواد بیاد از این ور بیاد بره اینجا، ممکنه 15 روز طول بکشه. و چون این یخها داره آب میشه، این راه داره باز میشه و یه کشتی میتونه خیلی ساده از اینجا بیاد بره این ور. یعنی خرج حمل و نقل کالا از یه ور دنیا به یه ور دنیا ممکنه 1/3 بشه، 1/4 بشه، 1/5 بشه. در ضمن چون آب این یخ ها داره آب میشه، بین سطح آب تا کف قطب شمال که بش... میگیم دریای شمال میگیم، نه اقیانوس، بالاخره یک خیلی چیز بزرگ آب، دریای منجمد شمالی میگفتیم، اقیانوس منجمد شمالی، اقیانوس منجمد شمالی دیگه منجمد نیست، آباش داره یخش، یخش داره آب میشه. حالا وقتی که یخ آب شد، خب قبلا یخ بود، اینقدر یخ بود، حالا دیگه یخ نیست. شما میتونید از سطح آب تا کف اون اقیانوس بتونید برید اکتشاف بکنید، ببینید او چقدر اینجا ذخایر منفعت دار، فسیل هست، نفت هست، گاز هست، طلا هست، این هست، اون هست، همه اینا هست. به اضافه اینکه شما میتونید از کف دریا به عنوان ارتباط بین 2 تیکه زمین استفاده بکنید، کابل های ارتباطی بکشید از این ور بره از این ور به اون ور، تمام تشکیلات و اون تمام ابزارهایی که میتونه تمام دنیا رو به هم متصل کنه و خیلی هم بیشتر امکانش داره به وجود میاد. تا 10 سال دیگه، تا 20 سال دیگه، تا 30 سال دیگه، تا 40 سال دیگه، اینا همش بیشتر و بیشتر خواهد. این هست که این آقای برنارد لوئیس حالا داره میگه آقا اونا رو ولش کنید، ما بعد از این کافی اینجا رو خراب کردیم، حالا بیایید برید دریای شمال، منجمدش اقیانوس منجمد شمالی و منجمد جنوبی. اینجا هست که باید برای ازدیاد ارتباطات، این کابل هایی که من اینو تا چند وقت پیش نمیدونستم که بیشتر ارتباط امریکا با جاهای دیگه دنیا از طریق کابل هایی هستش که ته اقیانوس اطلس انداختن و اینا حاوی این اطلاعاتی هستش که از طریق چیزهای شیشه‌ای به هم دیگه وصل است، فایبرگلاس هست که میره به اون طرف و از اون طرف به این طرف میفرستن و اینا سرعتش سرعت نوره، چون مثل نور میره دیگه، سیم نیستش که این بگه به این، این بگه به اون، این بگه پیش اینطوری میرن پیش اینطور بعد. حالا اگر همین کار رو بخوان از طرف قطب شمال و قطب جنوب بخوان انجام بدن این کارا رو، ببینید چقدر سرعت انتقال اطلاعات
در تمام دنیا بیشتر خواهد شد و به اضافه این که چقدر میتونن در دسترس مردم قرار بگیرن که ارزونتر هم میشه. کابلی که مثلا از اینجا تا اینجا میکشه اگه یه دلار باشه، از این بر تا اینجا میکشه می 10 دلار. خب پول این کابل کی باید بده؟ منی که مصرف میکنم باید بده. حالا اینم داره انجام میشه الحمدلله رب العالمین، یعنی بیشتر و بیشتر دنیا در حال تغییر و تحول هست و ما امیدواریم اونهایی که کاری هستن، اونهایی که در جاهایی هستن که میتونن جلوگیری کنن از جنگ هایی که امکان داره، این نفر نادانی هست در خونه یکی رو بلغت بزن و بیاد تیراندازی بکنه، فلان بقیه بریزن جنگ بکنیم فلان بکنیم، اگر میتونن اینها رو جلوشون رو بیرن و به درد هم برسن. خب من اگر اینجا هی لغت اندازی میکنم یکی باید بیاد ببینه آخه درد من چیه، وقتی میاد میبینی درد من یه جفت کفش اینقدر تنگه میبینی لغت میدازم و میبینی درد میبینی کفش دیگه پات کن میبینی درست شد. به این سادگی هست همچین ما شوخی نمی کنیم، ساده ساده هر کس حق داره، من حق دارم، شما حق داری، همه حق داره، منتها حق من نباید برخلاف حق شما باشه، من نباید حق شما رو میگیرم بگم این حق منه، نه همه حق دارن. و در این راستا هستش که ما امیدواریم، همیشه میگیم بیایید با هم دنیای بهتری بسازیم، بیایید با هم اشتراک مساعی کنیم، تشریک مساعی غلطه، اشتراک مساعی درسته، که بیایید دست به دست هم بدیم، اینقدر تو سر کله هم دیگه نذیدیم برای خاطر یه لقمه نونی که باید بخواییم آخر شب یا صبح بذاریم رومیز و بخواییم حراس و فلان و نمیدیم اصلا آب بخورم نون بخورم چیکار بکنم آی بای باید بدوم. و ببینی که راحتی هایی براتون میشه، بعضی وقتا ما از کمخوابی اصلا چشامون هم میره، امروز راجع به صحبت میکردیم که باید خوابم بیاد، بعد ایشون دوست عزیز با گفتن خب در یه جاهایی 10 دقیقه 15 دقیقه فرصت میدن مردم برن یه استراحتی بکنن، بعد بیان گفتن باره دیگه اون بدای خدا 5 دقیقه 10 دقیقه خوابیدن، بعد بعد 2 ساعت تونتو باید کار کنن که کارگاه بکنن. بعد در ضمن تمام اطلاعاتی که دارن میدن بیرون، حالا این هستش که تمام کارگرهایی که در دنیا دارن کار میکنن از 20 سال پیش مقدار کاری که انجام میدن در 8 ساعت 3 برابر شده، یعنی در 8 ساعت اگر 1 دونه عینک میساختن حالا در این 8 ساعت 3 تا عینک میسازن، منتها اون کارگری که اون موقع میگرفته 10 دلار حالا 30 دلار دیگه نمیگیره، حالا بهش میدن 12 دلار که اونم با تورم رفته جلو. یعنی چی؟ تولید زیاد شده، راندمان به مردم زیاد شده، ولی به کارگرم باید رسید. نمیتونید تمام پولهایی که از این رنج و زحمت کارگرها به دست میاد اینو یه جا بذارن که آقای این سهم این آقایی که این پول داشته و این کارخونه رو براتون گذاشته و تقسیم عادلانه ثروت بشه، ثروتی که به وجود میاد بین همه تقسیم بشه و اینا بتونن ازش استفاده بکنن. یه دوستی داریم ما از اروپا برای ما یک اطلاعاتی فرستادن، یه آقایی هستن به نام عباس میلانی، فکر میکنم ایشون در انگلیس زندگی میکنن یا دانمارک و هلند، یکی از این کشورهای اروپایی هستن و کجا؟ عجب، عباس میلانی درسته؟ عباس میلانی. ایشون یک ویدیوی تهیه کردن و فرستادن و خیلی قشنگ ایشون شرح میدن که بله مردم دنیا راجب ایران افکار مختلفی دارن، ولی خب ایشون در 18 دقیقه یا 20 دقیقه سعی کردن که این اطلاعات رو در اختیار مردم بگذارن، ولی از اونجایی که بالاخره خب هر کسی از نقطه نظر خودش صحبت میکنه، آقای میلانی هم اینطور که ما تا حالا فهمیدیم ایشون باهایی هستن یا یهودی بودن که باهایی شدن، یکی از این دوتا، و در صحبتشون خیلی جالب راجع به یکی از پادشاه‌های ایران صحبت میکنن که در تاریخ هم ثبت هست
که این شخص نواده کوروش بوده. آقای کوروش که لقب کبیر هم بهش دادن، ایشون یک فرد آزاده بوده که وقتی که میشنوه که در یه جایی در بابل تهاجمی به گروهی داره میشه، لشکرکشی میکنه اونجا. آقایی که در بابل بوده خدمتش میرسه و افرادی که زیر تسلط و بردگی اون شخص بودن آزاد میکنه و در ضمن بهشون میگه اگر دلتون میخواد میتونید بیایید ایران، ولی یک شرط داره و اون شرط این هستش که حق حمل اسلحه ندارید. حالا چرا اینو گفتن نمیدونیم. حالا اونایی که میدونید برید ببینید، ریشه یابی کنید که آخه چطور امکان داره من بیام به شما بگم آقا بیا خونه من، ولی بگم اگه اومدی خونه من با اسلحه نمیتونی بیای. یعنی چی؟ یعنی من اعتماد بهت ندارم، سابقت خوب نیست، دارم دعوتت میکنم ولی شرطش این است که بدون اسلحه بیایی، و یک همچین شرطی بوده. بعد این افراد میان و سالهای سال اونجا زندگی میکنن و در زمان یک پادشاهی که پادشاه ایران اون زمان ایران باستان بوده، یک خانومی به نام استر با یک طریقی راه پیدا میکنه به دربار این پادشاه. بعد ایشون وقتی راه پیدا میکنه به دربار پادشاه، پادشاه هم یه وزیری داشته به نام هامان، اینو بازم ما همیشه اشتباه میگیم، یا هامانه یا هامونه. و این وزیر هم 10 تا 12 تا پسر داشته که همه اینها در تشکیلات اون دربار خدمت میکردن، هر کدومشون به یه طریقی داشته خدمت میکرده. بعد هامون، فکر میکنم هامان درست باشه، هامان میاد یه گزارش تهیه میکنه راجع به بعضی از حرکات و کارهایی که یک قومی که از بابل اومدن و در اونجا دارن زندگی میکنن دارن انجام میدن که به نظر زیاد چیز نیست، به نظر زیاد درست نیست. حالا چی بوده و چی نبوده اینا رو باید برید ببینید، باید بپرسید، جستجو کنید، بلکه بتونید حقیقت رو پیدا کنید. استر وقتی در دربار بوده یک فامیل هم داشته به نام مرتخای، که مرتخای خبر میاره برای استر که این هامان مثل که بو برده از کارهایی که ما داریم میکنیم، امکاناً این به پادشاه خبر بده و پادشاه دخل همه ما رو بیاره، چون یه حالت خیانت میشه دیگه. بعد استر هم میگه خب چیکار کنیم چیکار نکنیم. مرتخای میگه که نه مهم نیست، من ترتیب کار رو میدم که پادشاه این وزیر خودشو اون چیزش از دست بده، یعنی اعتمادش راجع به این وزیر از دست بده. نقشه میکشن و فلان این حرفا که یه روز چند نفر رو میارن از یه جا. مرتخای میره میگه من اسمم هامان هست، بهتون یکی یه سکه میدم که فردا شب برید اینجا یه آقای خابیده اونجا درم بازه، برید اونجا با شمشیر بکشید و بیایید 10 تا سکه دیگه هم بعد بهتون میگم. اون چند نفر هم بدون اطلاعی که اونجا کی هست و اونجا کی فلان این حرفا خلاصه میرن. و بعد مرتخای به استر اطلاع میده که مثلا امشب ساعت 10 دارم میاد. استر هم میره بیخ گوش پادشاه میگه که ببین بیا مثلا طبق معمول همونطور که میخوای بری بخوابی برو بخواب، بعد یه ذره اونجا کشیدی بیا پشت پرده وایسا اونجا تو جای خودتو، مثلا میرم بالش میذارم فلان میذارم. یکی خابیده اینا از اون موقع از ایرانی ها اومده. به هر حال پادشاه هم همین کارو میکنه. پادشاه هم میره چیز میکنه که مثلا داره میخوابه و فلان این حرفا، و بعد یواشکی میره پشت پرده که اونجا بود و بالش چیزی میذارم اونجا که مثلا یکی خابیده. بعد این چند نفری که قراره بیان میان و در باز بوده یواش یواش میان و شمشیر میکشن که مثلا تق تق بزنن، میان این آقا همش بالشه. بعد پادشاه صدا میکنه موهایی که مثلا نگهباناش بودن این رو دستگیر میکنن و میگن خب شما رو کی فرستاده اینجا؟ میگن هامان. میگه چطور؟ میگه بله بابا یه سکه داده، اینم سکه که داده گفت دست هم هست اینجا این پادشاه این آقا رو بخوشید به تو میدیم. اونم باز میری وکی هستم بودن نه مثلا شما
یه کسی هستی بالاخره. پادشاه اون زمان، حالا من نمیدونم این خشایارشاه اردشیر کیه، اینو باز دوباره چندین بار ما اینو پرسیدیم، هنوز دقیق دقیق من نمیدونم کیه. دستور میده هامانو میارن، پسراشو میکشن، خودشو پسراشو میکشن. بعد استرم میگه خب این دسیسه که ما داریم صحبت میکنیم انشالله که برطرف شده، ولی من نگران هستم برای خودم. آها، تا اون موقع هم نگفته که من جهود هستم یا یهودی هستم، به پادشاه نگفته هنوز. اون موقع مثل که دیگه در میاد این حرفا، بعد ایشون میگه برای اینکه من خیالم راحت بشه این انگشتر پادشاهی تو یه روز بده من دستم بکنم. پادشاه اون زمانم میگه خیلی خوب، و انگشتر پادشاهیشو میده دست استر، و استر اون روز میشونه رخت رو تخت و انگشتر رو نشون میده و دستور میده تمام افراد ارشد ارتش، افراد ارتش وزارتخونه و کشوری و لشکری، و اون موقع هم همین ها بوده، کشوری لشکری نه فلان فلان فلان، 75,000 نفر در یک روز میکشن. 75,000 نفر در یک روز. بعد از اونم یه جشن دارن به نام پوریم که جشن میگیرن که برای این که پیروز شدن بر علیه اونهایی که برای اینا دسیسه کشیده بودن. حالا همه اینا رو ما از کجا فهمیدیم؟ چند سال پیش آقای نتانیاهو نخست وزیری بودن که از سرزمین های فلسطین اومده بودن، یک کتابی به نام استر دادن به آقای اوباما و در اون شرح دادن. حتی چیزش هست، نواراش هست، برید پیدا کنید. ایشون با خیلی قیافه فلان گفت We slaughtered 75,000 Iranians. slaughter با گوله زدن نیست، با نیزه زدن نیست، slaughter یعنی سراشون رو بریدیم، 75,000 نفر رو. بعدم که جشن پوریم گرفتیم و از این حرفا. خلاصه بدونید حق بر باطل پیروز است. ممکنه یک مدتی اینطوری بره، مدتی اونطوری بره، حق رو پیدا کنید، ازش دفاع بکنید، و انشالله رحمان اون روزی بیاد که همه ما، فرق نمیکنه ایرانیش باشه، چینیش باشه، ژاپنیش باشه، امریکاییش باشه، امریکای جنوبیش باشه، روسیش باشه، نه چکسلواکیش باشه، فلسطینیش باشه، همه اینها ما همه فرزندان یک خالق هستیم. یک خالق همه ما رو خلق کرده. امیدوارم که بتونیم با هم دیگه کنار بیاییم. تشکر میکنم از حضور شما، تشکر میکنم از دوستانی هم که پیام گذاشته بودن، باز وقت نشد که پیام های اونها رو گوش بکنیم. انشالله اجازه بدید هفته آینده هم خدمتتون میرسیم. یک دونه تشکر از تلفن هاتون و ایمیل هاتون و بقیه اطلاعاتتون. تا هفته آینده مرحمت خالی زیاد.
تن من